در افق نگاه ما سایه سجده های تو، کاش کاش به خانه هم برد قافله دعای تو. در همه جاست طرح تو، در همه جاست یاد تو، بر دل ماست خوب من این همه جای پای تو. رو به غروب دارد این عمر گریز پای ما، تا به ستاره می رود چلچله صدای تو. در همه جاست طرح تو، در همه جاست یاد تو. قصه و سرگذشت ما، غربت ما، شکست ما، خانه دور دست ما، پر شده از هوای تو، پر شده از هوای تو. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما امیران عزیز و ارجمندم و تلویزیون ایران فردا. دارم که خوب باشید. سپاسگزارم از مجموعه مراهم و عنایات شما. همینطور پرسش هایی که داشتید از برخی شرکت کنندگان در برنامه چند سال بود از دکتر حسام نوذری، که حتما با او در میان میگذارم. میدونی که با او درباره مصر باستان سخن میگفتیم، که الحق باید گفت که درباره تاریخ مصر قضاوت های ستمالود بسیار شده، خیلی زیاد. امروز خود مسیحا متوجه شدن که اون چه درباره فرهنگ اونها گفته شد، مخصوصا اینکه اون فرهنگ متهم هست به استبداد پروری، ظلم، ستم، بیداد و و اغلب اتهاماتی است که پایه ای نداره. و هر روی من فکر میکنم که این مباحث خیلی کمک میکنه تا ما بیشتر پی ببریم به ریشه های تمدن در خاورمیانه، در میان اقوام گوناگونی که در این در سرزمین های منطقه حضور داشتن. تمدن یهودیان بوده و فرهنگشون مصری ها بوده، ایرانی ها و مات ها، به نظرم همه قابل بحثه. و باید خیلی از صفحات سفید رو در باره تاریخ گذشته این منطقه دوباره نوشت، خیلی از صفحات سفید رو. خب در برنامه امروز هم یعنی ارجمندم اجازه دید که بحث گفتگو رو دنبال بکنیم. با کی؟ با دکتر اسماعیل نوریالو. اگه به خاطرتون باشه ما زنجیره‌ای گفتگو داشتیم با دکتر نوریالو درباره ادبیات، شعر، شعر نو، شعر کهنه، جنگ و دعواهایی که در گذشته وجود داشت بین جناح‌های مختلف ادبی، بعد نحوه پیدایش کانون نویسندگان، گروه‌هایی که احزاب مختلف رو هدایت میکنن و در این کانون حضور داشتن، اغلب هم با هم درگیر بودن و بالاخره رسیدیم به دوره انقلاب. و اما بخشی هم اختصاص پیدا کرد به سینما که نیمه کار موند. اجازه بدید که در برنامه امروز در گفتگو با دکتر اسماعیل نوریالا برویم به سمت و سوی سینما، نگاه روشن فکرها علل اصول به سینما. آیا در سینما یا میدیوم یا وسیله یا اهرم تازه رو پیدا کرده بودن برای اعتراض؟ یکی از نخستین روشنفکران و سرشناسی که سینما رو کشف کرد فروغ فرخزاد بود، از طریق ابراهیم گلستان که خودش فیلمساز سرشناسی بود و که استودیو خیلی مجهز فیلمبرداری هم در تهران داشت. تا لحظات دیگر همیهنانم با آقای دکتر نوریالا خواهیم بودم. پیش از اون اجازه صدای باران رو بشنویم، ترانه قشنگ، خواننده خوش صدا زیادی. عزیز دکتر اسماعیل نوریالا، من هم سلام میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون و بینندگان گرامی برنامه. خب مدتی مثنوی تأخیر شد، دست کم در باب گذشته و فعالیت های به اصطلاح ادبی شما رسیدیم به سینما. سینما اون در میانه راه بودیم که خب این گفتگو قطع شد. عمیانانم البته مقصرم من بودم، به خاطر گرفتاری های زیادی پیدا کردم و نتوانستیم بحث با دکتر نوریالا رو که خیلی هم طرفدار پیدا کرده بود دنبال بکنیم. اجازه ایش که دوباره برگردیم به همون سمت و سو. دکتر نوریالا، چی شد که به سینما گرایش پیدا کردید؟ مدیوم جدیدی رو کشف کرده بودید، فکر میکردید که اهرام تازهی پیدا کردید برای بیان خواسته های خودتون؟ چون دیدم که جمعی از روشنفکران در سینما یک وسیله اعتراض پیدا کرده بودن.
عرض کنم که من در مورد شخص خودم باید بگویم که خب من از خیلی جوانی به سینما علاقه‌مند بودم، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که وسایلی پیش بیاد که من دست به فیلمسازی بزنم. در واقع علاقه‌مند به سینما بودم، به خصوص وقتی که دکتر کاووسی به ایران آمد و عرض کنم که نقد سینما رو شروع کرد در مجله فردوسی و بعد هم کلاس‌های فنی سینما رو گذاشت که آدم با دوربین آشنا بشه، با میز مونتاژ آشنا بشه و غیره، و ما رفتیم و اسم نوشتیم، من و بهرام بیزایی و چند نفر دیگه از دوستانمون رفتیم اونجا اسم نوشتیم، و بعدم آقای فرخ غفاری وقتی که از سینماتک پاریس فارغ التحصیل شد و به ایران آمد و کانون فیلم رو درست کرد، ما جزو اولین کسانی بودیم که رفتیم اونجا اسم نوشتیم و هر هفته میرفتیم اونجا و بهترین فیلم هایی رو که در ایران میشد گیر آورد از طریق سفارتخونه ها زنده یاد فرخ غفاری تهیه میکرد و میآورد و در کانون فیلم نشون میداد. و در این حال ما چون جزو اعضای دفتر عرض کنم که مرحوم خلیل ملکی بودیم، ایشون هم اجازه داده بود که در بعضی از مواقع در دفترشون فیلم نشون داده بشه، و به خصوص مسئولیت این کار با آقای بهرام بیزایی بود و ایشون میرفت از سفارتخانه های مختلف انجمن فرهنگی ایران و امریکا و غیره هم آپارات کرایه میکرد و هم فیلم میگرفت و میآورد در اونجا نشون میداد و بعدم به بحث سینما میپرداختیم. بنابراین سینما از همون اوائل جوانی برای ما چیز شناخته شده ای بود، چیز ناشناسی نبود. ولی چون حالا ما به عنوان شاعر یا نویسنده یه قلم خودنویس تو جیبمون بود، هر وقت دلمون می‌خواست در می‌آوردیم می‌نوشتیم و وسائلی لازم نداشت شاعری و نویسندگی، اما خب سینما یه چیز بعیدی به نظر می‌رسیدش که بتونیم بهش دست بیابیم، به خصوص که آنچه که دکتر کاووسی یا فرخ غفاری یا ابراهیم گلستان اینها مطرح می‌کردند با آنچه که در سینمای ایران اتفاق می افتاد کاملا تنافر و تضاد داشت. یعنی ما سینمای ایران رو که دکتر کاووسی اسمش گذاشته بود فیلم فارسی، اصلا در حساب نمی آوردیم که بخوام بریم با اونها قاطی بشیم، تا اینکه عرض کنم که در اون ما یه حلقه ای رو درست کرده بودیم، یه جمعی بودیم به نام عرض کنم که گروه طرفه، و در این گروه من بودم، احمدرضا احمدی بود، سپانلو بود، بهرام بیزایی بود، داریوش آشوری بود، جعفر کوشابادی بود و چندین نفر دیگه، اکبر رادی بود، و در اونجا ما میخواستیم که یک جریان نوآوری رو هم در ادبیات و هم در هنر ایران عرض کنم که مطرح بکنیم. و در میون ماها احمدرضا احمدی با آقای مسعود کیمیایی آشنایی داشت، با هم توی یک کوچه زندگی میکردن و از بچگی هم با هم بزرگ شده بودن، و آقای احمدرضا احمدی مسعود کیمیایی رو هم آورد به جمع ما، که بعدم مسعود کیمیایی البته اسفندیار منفردزاده رو آورد و جمع ما وسیع تر شد. و مسعود کیمیایی ما خبر شدیم که رفته با آقای شباویز، عباس شباویز که استودیوی آریانا رو داشت، او در اونجا عرض کنم که صحبتهایی کرد و قراره یه فیلمی بسازند و اینها، یا با برادران اخوان که سینمای مولن روژ و عرض کنم که تولید فیلم مولن روژ رو داشتن. این اولین کسی از ماها بود که وارد عالم فیلم فارسی شد در واقع و با این عده در تماس بود. و عرض کنم که من مدت‌ها بود دیگه شروع کرده بودم مقالاتی راجع به سینما رو عرض کنم که ترجمه کردن. یک کتابی رو به نام هنر فیلم از ارنست برگناین بود فکر میکنم، به خواست دکتر محمود عنایت برای مجله فردوسی ترجمه میکردم، ببخشید برای مجله نگین ترجمه میکردم، و یواش یواش به عنوان مطلع در امور سینما و نقد فیلم عرض کنم که شناخته شده بودم، تا اینکه آقای علی مرتضوی که مجله هنر ستاره سینما رو داشت، او تصمیم گرفتش که یک جشنواره سینمایی درست بکنه به نام سپاس، و
سال اول عرض کنم که از خوانندگان مجله خواست که رأی بدن که مثلا بهترین فیلم چیه و اینها، ولی از سال دوم تصمیم گرفتش که یک هیئت جوری برای این کار بذاره که من از جمله کسانی بودم که انتخاب شدم برای اون کار جوری. و در اون دوران بود که آقای کیمیایی موفق شد که فیلم قیصر رو بسازه و آقای مهرجویی هم فیلم گاو رو ساخته بود و البته فیلم های دیگه ای هم بود. حدود 10-20 تا فیلم رو دادن به هیئت جوری که ما تصمیم بگیریم که بهترین فیلم کیه، بهترین هم کارگردان و غیره چی هست اینها، که اون خودش اون جلسات عرض کنم که جوری خودش خیلی خوشمزه بود، برای اینکه من بودم، آقای عباس پهلوان بود، عرض کنم که حالا اگه یادم بیاد که مرحوم عرض کنم که محمد جعفر محجوب بود که روی احترامی که براش قائل بودیم ایشون رو کردیم رئیس جوری و ایشون اصلا نه سینما میدونست چیه نه اصلا درکی از بیان سینمایی داشت، بیشتر متوجه قصه بود و هر چقدر قصه سوزناکتر و رومانتیکتر و این هم بود ایشون بیشتر خوشش میامد. و در نتیجه ما مباحث بسیاری رو در اون هیئت جوری داشتیم و بالاخره استدلالی که من میکردم این بود که این جایزه سپاسی که آقای مرتضوی مطرح کرده متعلق به صنعت سینمای فارسیه و ربطی به سینمایی که مثلا وزارت فرهنگ و هنر آقای پهلوی وسایلش رو فراهم میکنن نداره. بنابراین فیلم گاو که فیلم خوبی هست، عرض کنم که فیلمی از جنس سینمای ایران نیست. یا دهی رو در آذربایجان گرفتن رنگ کردن و همه وسایل دوربین و این حرفا رو هم دادن به آقای مرجویی و ایشون رفتن اونجا با هنرپیشگانی که تا اون موقع در فیلم‌های فارسی ظهور نکرده بودن، مثل علی نصیریان و نمیدونم عرض کنم که آقای انتظامی و حتی مشایخی و دولت آبادی و اینها که اینا در گروه تئاتر ملی کار میکردن، اینا را ما آورده بود به نام هنرپیشه. بنابراین نه کارگردانش، نه عرض کنم که لوکیشنش، نه بازیگرانش، هیچ کدوم ربطی به سینمای ایران نداشتن. من استدلالم این بود که بیایم این جایزه رو یک کاری بکنیم که یک انرژی رو تزریق بکنه در سینمای ایران و در نتیجه جایزه بهترین فیلم به قیصر داده شد، جایزه بهترین کارگردان به مسعود کیمیایی داده شد، جایزه بهترین هنرپیشه به بهروز وثوقی داده شد و جایزه بهترین عرض کنم که موزیک رو هم به اسفندیار منفرد دادیم که در واقع او اصلا آغاز کننده نوشتن موزیک فیلم برای عرض کنم که سینما بود. و در نتیجه با این همه جایزه که به فیلم قیصر داده شد، به خصوص که وزارت فرهنگ و هنر هم یک فستیوال بین المللی فیلم تهران رو مثلا یه دو ماه بعد در ایران راه انداخت که آقای پهلوی مسئولش بود و شهبانو هم میامد در جلسه حضور پیدا میکرد، در اونجا هم جایزه بهترین فیلم، جایزه بهترین کارگردان و جایزه بهترین هنرپیشه مرد رو دادن به فیلم قیصر. بنابراین فیلم قیصر تبدیل شد به یک حادثه سینمایی و از نظر من منهای نمیدونم اینکه انتقام جویی رو تبلیغ میکرد و چاقوکشی و غیره رو، از لحاظ ساختار فیلم اولین فیلم سر و ته دار سینمای ایران بود. یه قصه شروع میشد با اوج و فراز و نمیدونم فرودی داشت و بالاخره میرسید به انتهای خودش و کار تهیه کننده های سینما متوجه این شدن که میشه با همین ابزار سینمای فارسی یه فیلمی ساخت که هم خوب باشه و نظر منتقدین رو به خودش جلب بکنه و هم در این حال عرض کنم که بتونه گیشه رو راضی بکنه و مردم بیان به دیدن این فیلم ها. و در نتیجه تصمیم گرفتن که برن دنبال آدمایی که میتونن این جریان جدید فیلمسازی رو عرض کنم دخالت بکنن، که خب قرعه فاریکیش به نام من افتاد، بعد نمیدونم آقای حاتمی آمد، بعد پرویز صیاد، البته با امکانات تلفیلم و تلویزیون و این حرفا اول شروع به کار کرد و غیره، و به این ترتیب یک سری آدم جدید آمدن تو سینما که من یکی البته تمام
مسائل فیلم و فیلمسازی رو بلد بودم، ولی تا اون موقع حتی من دوربین فیلم برداری 35 میلیمتری رو ندیده بودم. و در اون شبی که جایزه سپاس داده میشد و اعضای سینمای فیلم فارسی در واقع هم در سالن حضور داشتند، من برخوردم به یکی از همشاگردی های دوران دبیرستان خودم با آقای به نام آقای فریدون جورک که من میدونستم البته خواهرزاده آقای احمد قدکچیانه و اون موقع هم بعضی وقتا توی فکر میکنم استودیو دماوند بود، به سفارش دایی خودش در اونجا گاهی وقتا میرفت از زمین شوری کار میکرد تا اینکه یواش یواش پشت میز مونتاژ فیلم قرار گرفته بود و میدونستم که ایشون توی سینما هست. اونجا با هم عرض کنم که به اصطلاح قدیمی ها زلفمون به هم گره خورد و ایشون گفتش که من یه استودیویی دارم و عرض کنم که فیلم تولید میکنم، اگر هر وقت داشتی سری هم به استودیوی ما بزن. که من دیگه پام وا شد به استودیوی فیلمسازی ایشون و ایشون یه فیلمی رو داشت مونتاژ میکرد، فیلم برداریش رو تموم کرده بود، فیلمی رو مونتاژ میکرد و من هم میشستم کنارش بعضی روزها و مثلا اظهار عقیده میکردم که این مثلا شات رو بچسبونی به اون شات مثلا قشنگتر میشه یا این تیکه بیمزه از حسبش کنیم و غیره. و اون ملتفت شد که من به هر حال زبان سینما رو کم و بیش درک میکنم و در نتیجه به من گفتش که دلت میخواد فیلم بسازی؟ من اول خب جا خوردم که چگونه با چه تجربه این کار رو بکنم، ولی خب در این حال شوق این کار هم وجود داشت و مشغول اون کار شدیم. اما برای اینکه سوال شما رو پاسخ بدم، ببینید وقتی که یه عده آدمی که در حوزه ادبیات و اینها دارن کار میکنن و دارای یک نوع جهانبینی و نمیدونم ایدئولوژی و خوب و بد هستند، خود به خود وقتی اینا رو بردارید منتقل بکنید به یک منطقه دیگری، در اون منطقه هم یک مقدار از این میراث خودشون رو با خودشون عرض کنم که میبرن و در نتیجه یواش یواش پای این آدمایی که از ادبیات داشتن نقل مکان میکردن به سینما باز شد به سینما، خود به خود این نوع گرایش ها هم در سینما پیش آمد که یه مقدار نگاه ایدئولوژیک هم مطرح شد. البته این تهیه کننده ها آنچنان حضور قاهری داشتن که اونجوری هم اجازه نمیدادن که هر کسی هر چی دلش میخواد انجام بده. عرض کنم که البته کیمیایی شروع کرد مثلا رضا موتوری رو مطرح کردن و این حرفا و در واقع یک نوع بچه جنوب شهری رو که در تضاد با شمال شهری هست مطرح میکرد و این دوتا زندگی ها رو وقتی که با هم قاطی میشدن مثلا نشان میداد که چه فاجعه‌ای میتونه رخ بده. و این رو دیگران هم در فیلم‌های دیگر مثل زیر پوست شب و غیره همین تم برخورد طبقه حالا کارگر نمیدونم کارگر روزمزد حتی لومپن رو با طبقه بالا و متوسط رو که توی فیلم فارسی البته این ریشه داشت ولی معنای سیاسی نداشت، معنای اجتماعی خودش میگرفت. مثلا همیشه عرض کنم که مثلا زندیات فردین یه جوان کارگری بود که یک دختر خیلی پولداری عاشقش میشد و بعد خانواده مخالفت میکردن و نمیدونم مسائلی پیش میامد و بالاخره این جوان کارگر میامد چند تا شعار هم علیه طبقه پولدار میداد و برنده ماجرا میشد. این سنت اونجا وجود داشت ولی هرگز معنای سیاسی به خودش نمیگرفت، در حد رابطه کارگر و کارفرما و از این حرفا مطرح می شد. و بعدم به هر حال این مزاجی که ما توی ما ایرونی ها هستش که نمیدونم تحسین می کنیم ترک دنیا و بی‌اعتنایی به مال دنیا و این حرفا، اینها هم وجود داشتش که مثلا اون آقای قارون که پولدار ثروتمندی بود بعد برمی خورد به مثلا فردین که جوان عرض کنم که فقیر و اینهای بود و جذب این زندگی میشد و از این حرفا. به هر حال من به اون تیکش کار ندارم. اگه بخوام به خودم بپردازم، من در اون موقع بیشتر نگاهم یک نگاه مذهبی عرفانی بود به دنیا
نه یک نگاه سیاسی. در نتیجه فکر کردم که حالا که آقای ژورک این پیشنهاد رو به من کرده است، من بیام و یک داستانی رو عرض کنم که میتواند معانی عرفانی هم داشته باشد، انتخاب بکنم و روش کار بکنم. در جریان همین موضوع بود که دکتر نوریزاده رو کشف کردی یا هنوز نوریزاده رو کشف نکرده بودی؟ نه، نوریزاده خب دوست من بود. در مجله فردوسی من مسئول صفحات شعر بودم. خب. از چندین سال پیش نوریزاده جزو کسانی بود که همیشه با هم بودیم، در کافه فیروز هم دیگر رو میدیدیم. یک ارتباط قومخیشی دوری هم وجود داشت که اون هم باعث شده بودش که نوریزاده دوروبر من باشه و عرض کنم که جزو یاران من محسوب میشد. اما هنوز پای نوریزاده به این قضیه باز نشده بود. من اون موقع کارمند سازمان برنامه هم بودم و برای ساختن این فیلمم باید مثلا یه دو سه ماهی مرخصی میگرفتم از سازمان برنامه. در اتاقی که من کار میکردم در سازمان برنامه دو نفر دیگه هم کار میکردن، یکی مرحوم محمود عنایت رئیس نگین بود و یکی هم عرض کنم که آقای شاهرخ مسکوب که عرض کنم که شاهنامه شناس بود. و آقای مسکوب وقتی فهمیدش که من دارم فیلم میسازم این حرفا، به من گفتش که به نظر من این روشی که فرنگی ها دارن که میان اسطوره های قدیمی خودشون رو مدرنیزه میکنن و قهرمانان اسطوره‌ای رو میارن تو زندگی روزمره، این رو تو اگر که دنبال بکنی شاید بد نباشه. و اون موقع ایشون رستم و اسفندیار رو عرض کنم که داشت کار کرده بود و کتاب رستم و اسفندیارش منتشر شده بود و مدت ها میشستیم با هم راجع به برداشت های او از این قضیه صحبت میکردیم. برای من چیز جالبی که بود این بودش که میدیدم داستان رستم و اسفندیار اولا قابل اجرا در زمان حاضر هست، در این حال میتواند یک معنای عرفانی داشته باشد و همچنین یک معنای سیاسی، به این معنی که یک پادشاهی در ایران هست به نام گشتاسپ، پسری داره به نام اسفندیار و اسفندیار عرض کنم که ولیعهد اوست و هی دنبال یک بهانه‌ایه که پادشاهی رو از آن خودش بکنه و گشتاسپ هم مرتب یه جوری اسفندیار رو میزنه کنار و بالاخره وقتی که ناگزیر میشه کاری بکنه میگه که من به یه شرطی پادشاهی رو به تو خواهم داد و اون شرط این استش که این رستم که میگویم قهرمان ملی ایرانه، این خیلی پررو شده و در مقابل من عرض کنم که ارزندام میکنه، تو برو رستم رو دست بسته بردار بیار به دربار من که همه ببینن که او با خفت و خاری آمده است به دربار من و من اون وقت تاج پادشاهی رو به تو میدم. و اسفندیارم این رو میپذیره و فکر میکنه که رستم انقدر بزرگ و مهربان هست که به خاطر اویی که میخواهد پادشاه بشه و به اصطلاح دین بهی رو گسترش بده، این تقاضای او رو قبول خواهد کرد. در نتیجه راه میفته میره به زابلستان و سیستان و غیره و در اونجا با رستم روبرو میشه و میگه که رستم هم ازش از ولیعهد ایران پذیرایی شایانی میکنه و غیره و در اونجا این میگه که آره من آمدم که تو رو کت بسته ببرم پیش پدرم گشتاسپ. و رستم در اونجا یه خطابه در واقعا ملی سیاسی رو اجرا میکنه که من خودم که نیستم، من مال این مردمم و پدر تو پدر ظالمی هستش و بر مردم ظلم میکنه و من حاضر نیستم که چنین کاری رو بکنم. که گفتت برو دست رستم ببند، نبندت مرا دست چرخ بلند. و خلاصه اسفندیار هم سر لج میفته و اینها شروع میکنن با هم جنگیدن. اسفندیار وقتی که بچه بوده عرض کنم که او رو در آب مقدس غسل میدن، آبی که بچه رو روئین‌تن میکرده. اما عرض کنم که وقتی که بچه رو میکنن توی آب مقدس او چشماش رو میبنده و بنابراین آب به چشماش نمیرسه که چشماش آسیب ناپذیر بشه و در نتیجه این نقطه ضعف چشم اسفندیار در اسطوره ما یعنی که هر کسی هر چقدر هم آسیب ناپذیر باشه
اما یک چشم اسفندیاری داره که در اسطوره یونان هم بهش میگن پاشنه آشیل. آشیل یک خدایان یکی همچین نقطه ضعفی رو داره. یا زیگفرید. بله. یا زیگفرید در ادبیات آلمان. بله. آلمان. بله. و عرض کنم که در نتیجه رستم هرچی با این اسفندیار میجنگه در چندین مجلس از عهده‌اش بر نمیاد و زخمای مهلک میخوره و بالاخره تصمیم میگیرن که سیمرغ رو عرض کنم مطرح کنن. سیمرغ مرغ افسانه‌ای که پدر رستم زال رو عرض کنم که در کوهستان ها پروریده بود و مقدار از پرهای خودش هم به اونها داده بود و گفته بود هر وقت که عرض بخواهید منو کار داشته باشید یکی از این پرها رو آتش بزنید و من میام. خب تو همیشه رو داشته باشید آقای دکتر نورالا، چون برنامه ما به سر آمد. یادون باشه تو کجا اومدیم؟ قصه رستم و اسفندیار. مضاف بر این که دیدم توی فیسبوک که ما در تلویزیون آقای نوریزاده قول داده بودیم، دیدم اعتراض کردن به مردم که بعد از اظهارات آقای کیمیایی، آقای نوریالا که در مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد حضور داشتن و قصد دادن او، بگن واقعیت قضیه از چه قرار بوده. ما هم گویا چنین قولی داده بودیم، ولی متاسفانه میگم به علت اینکه برنامه مدتی متوقف شد ما نتوانستیم به وعده خودمون عمل بکنیم. حتما در برنامه آینده این کار رو خواهیم کرد. فعلا خداحافظی میکنم با آقای دکتر نوریالای عزیز. دکتر نوریالا فعلا خداحافظ شما. خیلی متشکرم. برمتون.